سه‌شنبه شب دیگر با دوست عزیزم احمد باطمی و گزیده‌ای از عکس‌های خبری منتخب احمد باطمی. احمد خیلی خوش آمدی به برنامه امشب. چی داری برای امشب ما؟ سلام کامبی جان و درود به بیننده عزیز. 7 تا عکس انتخاب کردم که به ترتیب براتون میگم. عکس اول اگر که نمیشده بشه، اولین عکس احمد مربوط میشه به عکسی در فلسطین و کمپ پناهندگان رفح در جنوب غزه که به هر حال ساختمونی که تخریب شده به خاطر حملات نظامی، اما درش دو تا خانواده و یک در واقع توضیحی که داره، دو تا خانواده زندگی میکنن و دو تا فرزند کودکشون که جلو پنجره ایستادن. این به نوعی هم به لحاظ خبری ارزش خبری داره که زندگی رو نشون میده و همین که به لحاظ ارزش هنری یک فضایی رو نشون میده که با وجود اینکه درش جنگ و نابودی و نیستی است، باز زندگی به این شکل سالم و عادی درش جریان داره. چقدر گلوله خورده این ساختمان؟ تخریب کرده. بله بله، ولی بله بله خیلی زیباست به نظر من به لحاظ ارزش خبری و هنری خیلی ارزشمنده. عکس بعدی، عکس بعدی مربوط میشه به دیدار رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با مردم و یک خانومی با خودش داره از خودش در کنار رئیس جمهور عکس میگیره. من این انتخاب کردم به این لحاظ که به هر حال انقدر فضای باز اینجا وجود داره که یک آدم میتونه به هر شکلی که دوست داره در کنار رئیس جمهور کشورش عکس بگیره و این جست این خانم هم یه حالت کمیک داره و همی که فلاز خبری به هر حال یه عکس خبری است. من دوست دارم اون عکسی که گرفته رو ببینم چه شکلیه. به هر حال باید خودت آیه رئیس جمهور هم افتاده باشه توش. ولی خب عکس کجا هست میدونیم این کجا؟ هیچ توضیحی نداده. من گمان میکنم مال ترکیه است ولی توضیحی نداده بود در خصوص عکس و من اینو توی وبسایت رسمی USA Today دیدم و ما AP هم هست در واقع آژانس خبرش، ولی توضیح خاصی من نداشت. من توضیح کوتاه بدم. AP که ما میگیم اونجا نوشته یعنی خبرگزاری Associated Press برای اون دست از دوستان عزیز که با این اصطلاحات خبری آشنا نیستن. و عکس بعدی، عکس بعدی مربوط میشه به کامبوج و عبادتگاهی که استخوان‌های قربانیان خمرهای سرخ در اونجا جمع شد. اونجا به لحاظ آیینی در واقع شرایطی دارن که استخوان مرده‌ها رو جمع می‌کنن. عکس متعددی نظر این عکس در گذشته از اون فضا منتشر شده ولی این آخرین عکسیه که از یک عبادتگاه در کامبوج و به حال میزان جنایتی که خمرهای سرخ انجام دادن در قتل عام مردم و به هر حال اون فضایی که ببینیم عکس وحشتناکیه. ولی به نظر من مخصوصا اون تضاد بین اون دختر بچه و اون همه استخوان‌ها و جمجمه ها. حالا عکس بعدی کاملا متفاوته. این یه مقدار شاید جنبه کمیک هم داشته باشه اما مربوط میشه به یک کارگر ساختمانی در چین که بی توجه به خطری که ممکنه تو اون فضای که ایشون داره استراحت میکنن داشته باشه، رفتن دراز کشتن و خواب بعد از ظهرشون رو دارن و اینا به لحاظ خبری شاید میمقدارید که ارزش کمتری نسبت عکس قبلی داشته باشه ولی به هر حال عکس جالب. چرا خیال آدم باید راحت باشه که آدم و واقعا این عکس مقدار بزرگتر بود من بریدم ولی نگاه بکنین این ریل متعددن، یعنی جایی نیست که در واقع بگیم یک ریلی که ازش استفاده نمیشه هست. آه. این مسیر قطارهای متعدد است ولی خب ایشون بدون دغدغه و نگرانی استراحت میکنن. شاید هم پوز گرفته برای عکاس که عکاس نیست. فکر نمیکنم توضیحاتی که درش داده بود چنین چیزی رو نشون نمیداد ولی به هر حال کار خطرناکی است. امیدواریم که اتفاقی نیفته باشه بعد از عکسش. و این عکس مربوط میشه به کنیا و کاری که در واقع پلیس اونجا انجام داده. 40,000 سلاحی که در سال 2007 و 2008 خلافکارا برای در واقع کارهای غیرقانونی استفاده میکردن رو در یک مراسم منهدم کرده و به هر حال یک عکسی که بر نوع خودش جالبه. عکس زیبایی است. با هم دیگه دیدیم. حالا این عکس بعدی، عکس بعدی مربوط میشه به محله فقیرنشین در بنگلادش که هفته پیش در آتش سوخت و تمام کلبه های آدم های فقیر که به هر حال همون داشته اردگتشون هستن نابود شده و به هر حال اینم یک عکس ناگواره ولی به لحاظ ارزش خبری ویژگی خاص خودشو داره. خیلی اگر که به اون جزئیاتش هم توجه بکنی اتفاق زیاد داره میفته. بله بله بله. تلاش اون آدم هایی که آتش رو خاموش بکنن و کمک بکنن به اون باقی مانده داشته باشه. بازم داری عکس؟ یک عکس دیگه دارم و این عکس خیلی جالبیه و من نگاه که وارم کرم فکر میکنم بشه یا یک ترجمه اینجوری که 4 فوت هست، یعنی یک موجودی هست یه چیزی مثل زالو یا کرم که 4 فوت
طولشه 4 فوت چقدر میشه حدود؟ من اصلا ریاضی فیزیک اینا از من نپرس احمد. در حال این 4 فوت ولی کرم قولاسا میشه که در یک آکواریوم در انگلستان نگهداری میشه. این عکسش خیلی دفعه گذشته مورد توجه رسانه‌های مختلف قرار گرفت. من توی وبسایت اینو پیدا کردم که اون وبسایت جالب، هر هفته عکسای جدید این شکلی از حشرات حیوانات منتشر. یعنی چقدر تو کجاست الان؟ صحراست؟ نه این یک آکواریوم در واقع انگلستان که توضیح که داده بود این بود که یک کرم قولاسا، اگر درست ترجمه کرده باشن، کرم قولاسا است و 4 فوت هم طولشه، ماهی هم تغذیه میکنه. جالب اینجاست بود که غذایی که استفاده میکنه ماهیه و در آکواریوم نگهداری میشه. خبر خیلی خوب بود. عکس منتخب هفته‌ته؟ بله. عکس وحشتناکی رو انتخاب کردی برای منتخب. عکسی بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. خب مرسی.